با اعتراضات گسترده اخشار مختلف مردم، دیروز رسانه های رژیم گزارش دادن که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار استعفا داده. میخواستم از شما پرسم که خب علتش چی بوده؟ ببینید، این شورای عالی بورس کلن 5 عضو داره که رئیسشان فردیه به نام مجید عشقی، که اینا اومده بودن در دوره ابراهیم رئیسی هم اینا منصوب شده بودن، ابراهیم رئیسی جلاد، که اینا اومدن 10,500,000,000 تومان به خودشون وام دادن. از جمله از این 10,500,000,000 تومان 10,500,000,000 تومان 2,700,000,000 تومانش رو خود همین مجید عشقی به خودش وام داده. بقیه اعضای هیئت مدیره هم هر کدومشون 1,900,000,000 تومان در واقع وام گرفتن که زمانش هم 10 ساله، درصد چیزش هم 4%، یعنی خیلی در واقع مفت و مجانی از کیسه مردم و از جیب مردم به خودشون وام دادن. که خب این مجید عشقی الان مجبور شد، چون این لو رفت افشا شد، مجبور به استعفا شد. ولی علی‌رغم این که خبر استعفاش منتشر شده، هیچ خبری دال بر این که بالاخره در پاسخ این به اصطلاح چیزی که کردن، این دزدی و فسادی که داشتن، چه اقدامی باید بکنن، چطوری باید پس بدن، سری نه مثلا هیچ بحثی نشده. حالا این مجید عشقی از جمله تربیت شدگان دانشگاه موسوم به امام صادقه، که این دانشگاه کارش اینه که مدیران حکومتی را در واقع آموزش میده و تربیت میکنه، که خب این یکی از دستاوردها و حاصل همچون دانشگاهیه که همشون البته از بالا تا پایین، وقتی که خود خامنه‌ای 1,000,000,000,000 دلار در واقع دزدی کرده، که دیگه اینا در واقع نوک کوه یخه به نسبت اون دزد اصلی. که خب در واقع این دانشگاه هم کارش تربیت مدیران دزد بوده، که اینم یک نمونشه که در واقع افشا شده. حالا همین فرد از فروردین 1403 در مجموع 31 ماه در واقع تو رئیس بورس بوده، که تو این مدت 167,000,000,000 تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شده، که خب این خیلی قابل توجهه. و یعنی متوسط روزانه 267,000,000,000 تومان فرار سرمایه در بازار ثبت شده. این که اقشار مختلف شعار میدن اگر یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه، این یکی از نمونه هاشه.